سلام، با خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: واکنش ریاست جمهوری در برابر متهم شدن معاون اول ریاست جمهوری بر تجاوز جنسی بر احمد ایشچی. ریاست جمهوری میگوید که حکومت به مردم اطمینان میدهد که این موضوع را به گونه جدی پیگیری میکند. بعد از دو صدا زد برای ستار، خودت با شمول خودت ده نفر در الواتت میکن تا مقدش پاره شده، خون بریزه و خونش عکاسی میکنی باز برمان شد. تلاش حکومت افغانستان برای برداشتن تحریم ها بر گلبدین حکمتیار. وزارت خارجه امیدوار است که تحریم های وضع شده بر گلبدین حکمتیار در آینده نزدیک برداشته شود. انتظار ما است که به این پیشنهاد و خواست دولت افغانستان پاسخ مثبت خواهد گفت. ناخشنودی از کارکردهای اعضای شورای ملی. یافته های یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که 70% از شهروندان کشور از کارکردهای پارلمان ناخشنود هستند. ۳۳٪ هم نظرشان داری بوده که عملکرد پارلمان تأثیری بر مبارزه با فساد نداشت. مردم اظهار نظر می کنند، بیجام نخواهد. و دیدار مرتضی احمدی با لیونل میسی. لیونل میسی با کوچکترین هوادارش در قطر دیدار کرده است. من فواد امان هستم. احمد ایشچی از نهادهای دولتی و جهانی میخواهد تا عدالت را درباره وی بر کرسی نشانند. آقای ایشچی ادعا میکند که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری تلاش کرده است تا بر وی تجاوز کند و به نگهبانانش نیز دستور داده بود که 10 تن از آنان بر آقای ایشچی تجاوز کنند. احمد ایشچی ادعا میکند که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری وی را در زندان شخصیش زندانی کرده بود و 5 روز در این زندان برهنه به سر برده بود. احمد ایشچی معاون پیشین حزب جنبش ادعا می کند که جنرال دوستم پس از لط و کوب و تهدید او به مرگ به وی تجاوز کرد. آقای ایشچی که 16 روز در بند بود می گوید که 5 روز را در خانه جنرال دوستم و 11 روز دیگر را در نظارتخانه ریاست امنیت ملی سپری کرد. آقای ایشچی پس از رهایی این ماجرا را چنین بیان می کند. دست جنرال دوستم گرفته روی ما چی کرد؟ از همینجا شروع کرد با پش و ده و دشنام که تو روی ما را بوسه میکنی، تو چیکار کرده گشتن تا من میدانم و چیکار کرده گشته میدانم. حالا که تو را بکشم همینجا پرسان میکرده گید کیست، زیر همین اسپا پرتون بوس کشید بکنم. آ بچه گفت از کرای شما گفت چپه کنی ره ما را با اصطلاح چپه کرد در زمین و پایش در گلون و ماماند. یک دوستم پای خدا در گلون موماندو. این عضو پیشین جنبش ملی ادعا می کند که پس از آنکه نگهبانان جنرال دوستم وی را به خانه معاون اول رئیس جمهور انتقال دادند، جنرال دوستم خودش گوشید تا به وی تجاوز کند. شاید باور نکنین، این خنداور است. گفت اول من امیر خودم یک لواطت کن گوار دارید. ما را 4 نفر، 2 نفر از پای ما گرفت، 2 نفر دست و پچه ما را قد گرفتن. تقریبا 10 دقیقه بالا کو پایین کو کش کو پیش کو باز گفت الا کنیم. همی 3 دفعه تماس چه کردیم، همی به حساب میشه عکس شد درست گرفته باشی، هر وقت که گپ نکد باز عکس نشان بید. بعد از او صدا زد برای ستار، گفت خودت و شمول خودت 10 نفر ایرلواتت میکنی تا مقدش پاره شد و خون بریزه و خونش عکاسی میکنی باز برمانشان. خودش برآمد باز ما را چپه کدن. نمی چپه کدن چون دست ما پشتر بسته بود، از پای ما محکم میگرفت تیله میکرد، فوز رفته دم کاشی میخوردم. تقریبا 7 مرتبه همیتر 8 مرتبه همیتر ناگهان یک درد چی برای ما احساس کردیم و غیر ارادی یک چیز زد. اما وقت با میل کلاشونکوب پشت سر
نزدیک اومد چرا پاره کرده. احمد ایشچی از رئیس جمهور و نهادهای دولتی و جهانی میخواهد تا از حقوق بشری وی دفاع کنند. و جنرال دوستم وقتی که ما اون رئیس جمهورم است اگر دلیلی داره در برابرم مهربانی کنه بگه، در غیر صورت یقینا دارم ما میخواهیم که یاده ایسیت شه. در همین حال معاونیت نخست ریاست جمهوری در واکنش به این گفته های آقای ایشچی خبرنامه به رسانه ها فرستاده است و می نویسد که برخی حلقات مجهول یک حرکت تخریب کارانه را در برابر معاون نخست رئیس جمهور آغاز کردند. خبرنامه نوشته است که آقای ایشچی در پیوند با ناامنی های ولایت جوزجان بازداشت شده بود. در همین حال اتحادیه اروپا، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کانادا خواهان بررسی شفاف و عادلانه این رویداد شدند. اتحادیه اروپا در بخشی از اعلامیه‌اش می‌گوید که اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای دیگر خواهان انجام بررسی‌های رسمی، عادلانه و شفاف درباره گزارش‌های نقض گسترده حقوق بشر و سوء استفاده در برابر احمد ایشچی و اتهام‌ها بر جنرال دوستم هستند. باید همین ادارات بین‌المللی فشار وارد کنه برای دولت افغانستان و بالخصوص قوه تطبیق قانون، اما این طور نشده. این بار اول نیست، ما قبلا هم شاهد قضیه بودیم. احمد ایشچی ادعا می کند که بروز پنجم ماه قوس در میدان بزکشی در شهر شبرغان از سوی جنرال دوستم نخست لتوکوب شد و سپس در خانه آقای دوستم زندانی گشت. پیش از این دفتر معاون اول رئیس جمهور در خبرنامه لتوکوب آقای ایشچی را رد کرده است. در سه هفته اخیر هیچ نهاد دولتی و امنیتی با گفتگو در این باره حاضر نشده است. در همین حال ریاست جمهوری در اعلامیه میگوید که حکومت از زمان وقوعی حادثه که در ولایت جوزجان بالای احمد ایشچی صورت گرفته است موضوع را با جدیت تعقیب کرده و تحقیقات همه جانبه را روی آن در دست دارد. در این اعلامیه همچنان آمده است که دولت حفظ جان، کرامت انسانی، مسئولیت شهروندان را در مطابقت با ارزش‌های اسلامی، احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور و تعهدات افغانستان در برابر میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر از مکلفیت‌های اساسی خود می‌داند. در این اعلامیه جمهوری گفته شده است که دولت افغانستان به مردم اطمینان می‌دهد که در خصوص این قضیه تمامی مراحل قانونی را رعایت نموده و برای تأمین امنیت هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد از طریق مراجع عدلی و قضایی با استقلال و بی‌طرفی کامل اقدام صورت خواهد گرفت. حکومت افغانستان امیدوار است که تحریم‌های وضع شده بر گلبدین حکمتیار در آینده نزدیک برداشته شوند. وزارت امور خارجه میگوید که حکومت برای برداشته شدن تحریم‌ها بر گلبدین حکمتیار فراوان تلاش خواهد کرد. اصولا هم برخی از اعضای شورای رهبری حزب اسلامی از سازمان ملل متحد می‌خواهند که تحریم‌ها بر گلبدین حکمتیار را بردارد. وزارت امور خارجه به کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل از بهر برداشته شدن تحریم‌ها بر گلبدین حکمتیار درخواست فرستاده است. اکنون این درخواست رسمی حکومت افغانستان از سوی این کمیته سازمان ملل متحد بررسی می‌شود و این بررسی‌ها کم از کم 3 ماه را خواهند گرفت. انتظار ما است که به این پیشنهاد و به خواست دولت افغانستان پاسخ مثبت خواهد گفتن. اکنون اصلی ترین خواست حزب اسلامی از جامعه جهانی این است که هرچی زودتر تحریم ها بر گلبدین حکمتیار برداشته شوند. کسی در تذرات لری نیست نور مخالفین هم لدین من پی برداشت که یقوی ویسی هستن نه در افغانستان حکومت تاونا نلیوال و تونان صلح و یاد جنگ خاتمیت پا افغانستان که صادق دی. اما ریاست اجراییه از تعهد افغانستان به برداشته شدن تحریم ها بر گلبدین حکمتیار اطمینان می دهد. رفع تحریم ها علیه حزب اسلامی جزء توافقنامه صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی بود و هست. بناهن برای حل این مسئله تلاش ها در حکومت جریان دارد. اما خواست حزب اسلامی بر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و نیز نگرانی برخی از کشورها از توافق صلح با حزب اسلامی از مهمترین سعت‌ها در برابر برداشته شدن تحریم‌ها بر گلبدین حکمتیار گفته می‌شوند. احتمال دارد شورای سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل
در رابطه به رفع تحریم‌ها بالای حزب اسلامی حکمتیار و ای که حزب اسلامی حکمتیار به عنوان یک جریان تروریستی از این بابت فعالیت نمی‌کنه، ملاحظات و بحث‌های زیاد را با هم داشته باشند. کشور مثل روسیه، ایران و هند از جمله کشورهایی است که بیشتر نسبت به صلح با حکمتیار نگران هستند. کشورهای عضو سازمان ملل می توانند هر زمانی که بخواهند برای بیرون شدن نامهای شخصیت‌های حقیقی و حقوقی درخواست بدهند، اما در این درخواست علت برداشته شدن تحریم‌ها باید با دلایل روشن شود و نیز تایید گردد که فرد تحریم شده دارایی‌های تحریم شده هم دارد و یا نه. پس از آن کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل این درخواست را بررسی می‌کند و اگر تایید شود فهرست تحریم‌ها تجدید می‌شود. 70% از مردمان کشور از اعضای شورای ملی ناخشنود هستند. یافته های یک نظرسنجی تازه نهاد پژوهشی خانه آزادی افغانستان نشان می دهد که بسیاری از شهروندان کشور از کارکردهای شورای ملی ناخشنود هستند و 64% آنان گفتند که در انتخابات آینده مجلس نمایندگان به اعضای کنونی مجلس رأی نخواهند داد. یک نظرسنجی دیگر این نهاد نشان می دهد که تنها 10% مردمان کشور با آداب و شیوه های گفتاری و رفتاری اعضای مجلس نمایندگان و اعضای مجلس سنا موافق هستند. در این نظرسنجی با 7367 تن در 34 ولایت کشور گفتگو شده است و نتیجه گفتگوهای آنان نشان می‌دهد که 70% از گفتگو شوندگان از عملکردهای اعضای شورای ملی خوشنود نیستند. 33% هم نظرشان بر این بوده که عملکرد پارلمان تأثیری بر مبارزه با فساد نداشت. پاسخ گفتگو شوندگان به این پرسش که آیا اعضای شورای ملی در تصویب بودجه ملی عادلانه، متوازن و حرفه‌ای عمل کردن یا نه چی بود است؟ تنها 13% از پاسخ دهندگان پاسخهای مثبت دادند و 55% گفتند که اعضای شورای ملی در تصویب بودجه عادلانه، متوازن و حرفه‌ای عمل نکردند. 37% گفتگو شوندگان گفتند که اعضای شورای ملی در افزایش فساد به گونه مستقیم دست داشتند. خانم ها و آقایان با همدیگر درگیر شدند، خانم ها با خانم ها درگیر شدند، آقایان با آقایان درگیر شدند و هم نه روی مسائل منافع ملی بلکه به خاطر مسائل سلیقه‌ای، به خاطر مسائل شخصی. 19.5% از گفتگو شوندگان گفتند که نمایندگانشان در شورای ملی منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح می‌دهند و تنها 11.7% آنان گفتند که نمایندگان در تمامی نشست‌های شورای ملی شرکت می‌کنند. دوی من حیزدی او افغان یا من حیزدی او مسلمان چه قسمی خواله لغه په نظر که نیولی وی ولی متاسفانه غه په نظر که ونه نیول شول. چیزی که مردم اظهار نظر میکنه بیجام نخواهد بود. پارلمان افغانستان با چنین شیوه مدیریت نمیشه، امو سیاست تک فردی یا تفرقه بین اعضای شورای ملی افغانستان نمیتونه او توقعاتی که مردم افغانستان داره او را برآورده بکنه. بر بنیاد یافته های این نظرسنجی 64% از مردمان کشور گفتند که در انتخابات آینده مجلس نمایندگان به نمایندگان کنونی رأی نخواهند داد. گفته های اهانت آمیز مولوی عبدالصمد رئیس پیشین شورای علمای تخار درباره زنان با محکومیت های سخت روبرو شده است. ده ها تن از عالمان دین با گرد آمدن در مرکز ولایت تخار اظهارات زن ستیزانه مولوی عبدالصمد را اشتباه بزرگ وی می دانند و نیز برای عالمان دین شرم آور می گویند. آنان جایگاه زنان را در جامعه از رهگذر دینی و حقوقی جایگاه والا می دانند و می گویند که اهانت به زنان اهانت به تمامی بشریت است. ده ها تن از عالمان دین در ولایت تخار در واکنش به اظهارات اخیر مولوی عبدالصمد رئیس پیشین شورای علمای این ولایت گرد آمده اند و سخنان توهین‌آمیز اخیر او را درباره زنان خلاف اصول دین اسلام می دانند. آنان همچنان مولوی عبدالصمد را از ریاست شورای علمای این ولایت برکنار کردند و مولوی مسعود الحق را به عنوان جانشینش معرفی کردند. عزتی که اسلام داده، حق کرده که اسلام داده و عنوان یک مسلمان چرا بر اینها نیاموزانیم؟ هر کسی که در این دین کدام رخنت یا کدام خدای نخواسته کدام نقص را وارد بکنه حق دارن که زنها هم سر انتقاد بکنن، حق دارن که مردان سر از انتقاد بکنن. این عالمان دینی می افزایند که از رهگذر دین اسلام جایگاه زن در جامعه برجسته است و سخنان توهین‌آمیز مولوی عبدالصمد در برابر زنان هیچ پیوندی با دین اسلام ندارد.
ما به نمایندگی کل علمای تازه‌خوان نظر مولوی صاحب دوستمه را نکوهش میکنم و نظر شخصی میدانم. مولوی صاحب باید همی گپش پس در رسانه میامد اظهار میکرد که من اشتباه کردم. خواستیم در این باره دیدگاه زنان تخار را داشته باشیم، اما با تماس های پیهم هیچ. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که گروه های هراس افغان از کشورهای همسایه وارد افغانستان میشوند و با بهره‌گیری ابزار از دین خشونت و کشتار را دامن میزنند. احمد ضیا مسعود در نشست برای بسیج پشتیبانی از کودکان و زنان نادار میگوید که جنگ و بی‌ثباتی سیاسی در کشور زمینه های اجتماعی و زندگی سالم را از کودکان و زنان در افغانستان گرفتند. نشست برای چگونگی فراهمسازی پشتیبانی از کودکان و زنان نادار به روز سه شنبه از سوی مؤسسه حمایت از کودکان و زنان افغان در کابل برگزار شد. احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب که در این نشست شرکت کرده است میگوید که گروه های هراس افغان در افغانستان از سوی کشورهای همسایه پشتیبانی میشوند و این گروه ها با بهره برداری ابزاری از دین خشونت ها را دامن میزنند. متاسفانه گروه هایی در کشور ما وجود دارند که از آدرس دین خشونت ترویج میدن و هنوز هم به نام دین مردم ما را میکشند. احمد ضیا مسعود همچنان میگوید که جنگ و خشونت از علتهای اصلی بدتر شدن زندگی مردمان کشور هستند. شاهد موجودیت گروه هایی هستیم که با انسان جامعه ما دشمنی دارند و انسان بودن در جامعه ما به حیث یک عامل تباهی و فساد میپندارند. در همین حال نهادهای پشتیبان از زنان و کودکان با انتقاد از حکومت میگویند که از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون هیچ تغییر در زندگی زنان و کودکان نادار به میان نیامده است. با روی کار آمده حکومت نوین بر مبنای مردم سالاری با شاهد تغییر مثبت در عرصه های مختلف میباشیم، اما اکنون توجه به این دو قشر آسیب پذیر نشده است. این دو قشر محروم جامعه در پرتو ارزش های والای دموکراسی واقعی و کنوانسیون حقوق بشر زیر شکنجه های بسیار شدید، تبعیض گوناگون، مشکلات ها و دشواری های را متقبل شده و به کارهای شاقه و طاقت فرسا عمدن و مجبورن مشغولن. هم اکنون نزدیک به 3 میلیون کودک بی سرپرست و کارگر در کشور زندگی های پررنج دارند. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ گزینش کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی را استقبال می کند و آن را گام در راستای از بهر آوردن اصلاحات انتخاباتی می داند. آقای نور از کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی می خواهد کسانی را که در انتخابات گذشته با رأی مردم بازی کردند شناسایی و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نمایند. وی تاکید می ورزد که کمیشنران تازه کمیسیون های انتخاباتی باید تلاش ورزند تا باور مردم را که به این کمیسیون ها از دست رفته از دوباره بازگردند. شمار از بزرگان قوم در ولایت زابل میگویند که بسیاری از بازرگانان و کشاورزان درآمدهایشان را به نام زکات به مخالفان مصالح دولت میدهند. این بزرگان میگویند که مخالفان مصالح دولت از این پولها برای تجهیز ساختن جنگجویانشان استفاده میکنند که این کار در گسترش جنگ و افزایش ناامنیها اثر زیادی دارد. از سوی دیگر بازرگانان افغانستان برای دومین بار در فستیوال بزرگترین نمایشگاه امارات متحده عربی در شهر ابوظبی شرکت کردند. در این نمایشگاه که در مرکز فرهنگی شیخ زاهد برگزار شده است، فراورده های افغانستان در 13 غرفه به نمایش گذاشته شدند. از سوی هم مسئولان سفارت افغانستان در ابوظبی میگویند که با در نظر داشت فرصت های بزرگ برای بازاریابی فراورده های داخلی تلاش می شود که داد و ستد بازرگانی میان افغانستان و امارات متحده عرب گسترش پیدا کند. در این نمایشگاه 45 روزه که در مرکز فرهنگی شیخ زاید برگزار شده است، گذشته از بازرگانان افغانستان بازرگانان بیش از 15 کشور دیگر جهان فراورده هایشون را به نمایش گذاشتند. سنگ های قیمتی افغانستان بسیار خوب یک رول بسیار عمده در به اقتصاد افغانستان دارد. یک نکته مثبت است در بخش بازاریابی که ما ارتباطات ما بیشتر میشه، تولیدات ما مشتری بیشتر پیدا میکنه.
شمار از اشتراک کنندگان این نمایشگاه با خرسندی از فروش های مناسبشان میگویند که در چند روز گذشته توانستند با شریکان بازرگانیشان از کشورهای گوناگون معامله های بازرگانی را انجام دهند. محصولات افغانستان بسیار خوش دارند و میخواهند که علاقه مندی زیاد دارند که افغانستان سرمایه گذاری کنند و از ما اردر میگیرند. از سوی مسئولان سفارت افغانستان در ابوظبی میگویند که با در نظر داشت افزایش پروازهای شرکت های هوانوردی تلاش دارند که زمینه های بهتری را برای حمل و نقل کالاهای بازرگانی میان دو کشور فراهم سازند. خود کشور امارات یک بازار تجارتی بسیار خوب است که کالاهای افغانستان میتونه در اینجا به فروش برسه. در مرکز فرهنگی شیخ زاید در ابوظبی به شمول افغانستان سرمایه گذاران و بازرگانان بیش از 15 کشوری دیگر نیز فراورده هایشان را به نمایش گذاشتند. سهم غرفه های افغانستان در این مرکز به بیش از 13 غرفه می رسد که کالاهای مختلفی که در افغانستان تولید می شود در این غرفه ها به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه در روز دیگر هم بر روی تماشاچیان باز خواهند بود. ذبیح الله جهانمل، طول نیوز، ابوظبی. مرتضی احمدی، کودک افغانی که با خریطه پلاستیکی پیراهن میسی را درست کرده بود و تصاویرش جهانی شده بود، سرانجام توانست با لیونل میسی در قطر دیدار کند. کمیته برگزاری جام جهانی قطر یک نوار تصویری را پخش کرده است که در آن دیده می شود که لیونل میسی با این کودک افغان رو در رو سخن می زند. مرتضی احمدی، کودک 6 ساله افغان که از نزدیک به یک سال در انتظار دیدار لیونل میسی، ستاره پرآوازه تیم فوتبال ارجنتین بود، سرانجام رویاهایش به واقعیت مبدل شد و با لیونل میسی در شهر دوحه قطر دیدار کرد. مرتضی باشنده ولایت غزنی که در یک خانواده متوسط زندگی میکرد، با پوشیدن خریطه پلاستیکی سفید و آبی که در آن نام لیونل میسی و شماره لباس او نوشته شده بود، سرخط شماری از رسانه های جهان و صفحات اجتماعی شد. سپس او با خانوادهش به کابل آمد تا در هماهنگی با فدراسیون فوتبال کشور با لیونل میسی دیدار کند. اما مرتضی کوچک موفق به این کار نشد و تنها پیراهن امضا شده و یک توپ را از سوی میسی دریافت کرد. خانواده مرتضی که سپس از بر تهدیدهای امنیتی به پاکستان رفتند، پدر او از جامعه جهانی خواست تا مرتضی را سفیر کشورهای جنگ زده معرفی کند. بسیار خوشه، بسیار خوشه مقصد. اما گه پیران خکره یک ده باید میسی را ببینم از نزدیک، باید یک دفعه ملاقات با میسی از نزدیک داشته باشم. سرانجام مرتضی که به میسی کوچک مشهور است، توانست با لیونل میسی در شهر دوحه قطر دیدار کند. در نوار تصویری پخش شده دیده می شود، در حالی که لیونل میسی دست مرتضی را گرفته است، با او قدم می زند و در برابر دوربین رسانه ها مرتضی را در آغوش می گیرد. تاکنون لیونل میسی به ندرت با کودکان دیدار کرده است، چنان که تاکنون با دو کودک، یکی از آنان بدون پا به دنیا آمده بود و دیگر آن که پاهایش معیوب بود دیدار کرده است. ادامه خبرها را در طول نیوز دنبال کنید. سپاسگزارم از توجهتان. از طلو. باراک اوباما سازمان استخباراتی روسیه را مسئول هک کردن ایمیل های حزب دموکرات آمریکا میداند. باراک اوباما میگوید که از نفوذ کشورهای دیگر در انتخابات آمریکا باید جلوگیری شود. این در حالی است که مقام های آمریکایی میگویند که هک شدن ایمیل های حزب دموکرات این کشور بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اثرگذار بوده است. سوی هم باراک اوباما میگوید که دونالد ترامپ شاید برخلاف گفته های خودش عمل کند. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید می‌ورزد که هکرهای وابسته به سازمان‌های استخباراتی روسیه مسئول هک شدن ایمیل‌های حزب دموکرات آمریکا هستند که بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور اثرگذار بوده است. من از این رو خواهانی گردآوری تمامی سرنخ‌ها و اطلاعات استخباراتی من شدم که مردم و مقام‌ها راه‌هایی را بیابند تا در آینده از مداخله‌هایی که می‌توانند بر انتخابات اثرگذار باشند جلوگیری شود. در همین حال اوباما می‌گوید که اگر ترامپ از اطلاعات استخباراتی این کشور کار نگیرد، مانند یک پرنده کور خواهد بود. فکر می کنم هنگامی که رئیس جمهوری منتخب به کاخ سفید بیاید، چیزهای دیگری خواهد گفت و کارهای دیگری انجام خواهد داد. زیرا واقعیت این است که جهان بسیار بزرگ و پیچیده است. مهم نیست که چقدر هوشیار باشید. برای تصمیم گیری ها به اطلاعات استخباراتی نیاز خواهید داشت.
روسیه در حال به حک کردن ایمیل‌های حزب دموکرات آمریکا به سود دونالد ترامپ متهم است که میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر شوروی پیشین، ترامپ را یک سیاستگر کم تجربه می‌داند. ترامپ تجربه اندک سیاسی دارد، اما شاید این کار خوب باشد. آقای گورباچوف ابراز امیدواری می‌کند که روابط واشنگتن و مسکو در آینده بهبود یابند. کمیشنری عالی سازمان حقوق بشر ملل متحد تأکید می‌ورزد که با مهاجران در لیبیا همچون حیوانات برخورد صورت می‌گیرد. سخنگوی این کمیشنر می‌گوید مهاجرانی که از طریق لیبیا خواستار رسیدن به کشورهای اروپایی هستند، شمار بزرگی از آنان در لیبیا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند و در بسیاری از موارد با آنان همچون حیوانات برخورد صورت می‌گیرد که عامل این خشونت‌ها قاچاقبران انسان هستند. مهاجران برای رسیدن به کشورهای اروپایی افزون برهان که با چالش‌های بزرگی روبرو گردیدهند، در لیبیا با آنان همچون حیوانات برخورد صورت گرفته است. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید مهاجرانی که در لیبیا از سوی قاچاقبران انسان انتقال داده شدهاند، با آنان همچون مجرمان و حیوانات برخورد صورت گرفته است، مورد لطکوب قرار گرفتهاند و از آنان همچون بردگان در کارهای شاقه کار گرفته شده است. فهرست مجازات و خشونت‌هایی که با مهاجران در لیبیا انجام شدند وحشتناک است. این در حقیقت بحران حقوق بشر است که هزاران تن از آن آسیب پذیر هستند. نماینده سازمان ملل متحد در امور لیبیا خواستار بازداشت قاچاقبران انسان و بهبود وضعیت مهاجران در اردوگاه‌های این کشور شد. رسیدگی به چالش‌های فراراهی مهاجران در لیبیا از طریق راه حل مناسب بسیار مهم است. در قدم دوم وضعیت مهاجران در اردوگاه‌های لیبیا باید بهبود یابد. بیشتر مهاجرانی که از طریق لیبیا خواستار رسیدن به کشورهای اروپایی هستند، شهروندان کشورهای آفریقایی و کشورهای خاورمیانه هستند که از طریق قاچاقبران انسان تلاش می‌کنند تا خود را به کشورهای اروپایی برسانند. آلمان و روسیه بر تمدید تحریم‌ها بر حکومت روسیه از بحر بحران اوکراین تاکید می‌ورزد. نخست وزیر آلمان در یک نشست خبری با رئیس جمهور فرانسه تاکید می‌ورزد که از بحر آنکه حکومت روسیه بر تعهداتش برای عملی شدن توافقنامه منسک پابند نیست، باید از بحر فشار بیشتر بر روسیه این تحریم‌ها تمدید گردد. در همین حال رئیس جمهور فرانسه از بی‌ثباتی‌ها در بخش‌های شرقی اوکراین ابراز نگرانی می‌کند. مقام های حکومت آلمان و فرانسه از بر بی‌ثباتی ها در بخش های شرقی اوکراین ابراز نگرانی می کنند و از حکومت روسیه می خواهند که به تعهداتش برای عملی شدن توافقنامه سلی منسک پابند باشد. وزیر خارجه آلمان می گوید مواردی که در توافقنامه سلی منسک ذکر شده است تا کنون جدای طلبان عوادار روسیه بر عملی نمودن آن متعهد نبودند. هنوز هم جنگ افزارهای سنگین روسیه در بخش‌های شرقی اوکراین پابرجا هستند. ما درباره اوضاع اوکراین و اینکه توافقنامه صلح منسک به بسیار کندی عملی می شود، گفتگوهای را انجام دادیم. این یک نیاز است که تحریم‌ها بر روسیه تمدید گردند. در اوکراین ما خواستار عملی شدن توافقنامه منسک هستیم. اگر این توافقنامه عملی نشود، ما بر ادامه وضع تحریم‌ها ادامه خواهیم داد. این در حال است که قرار است کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست درباره تمدید تحریم‌ها بر حکومت روسیه گفتگو کنند. تحریم‌هایی که بر حکومت روسیه از بر بحران اوکراین وضع شده‌اند قرار است در پایان ماه جنوری میاد آن به پایان برسد. از همین رو اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را بر مسکو تمدید خواهد کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد ارتش سوریه را به آماج قرار دادن عمدی غیر نظامیان در شهر حلب متهم می سازد. سخنگوی این کمیسیون می گوید که ارتش سوریه با پسگیری بخشای شرقی شهر حلب غیر نظامیان را در محلهای مسکونی به گلوله بسته است که نگران کننده است. وضعیت فاجعه بار باشندگان حلب. باشندگان بخش های شرقی حلب ارچند از چند سال به این سو آسیب پذیر از هر گونه رویدادها در این شهر بودند، اما اکنون باری دیگر عمدن به گلوله بسته می شوند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشته شدن نزدیک به 82 تن از باشندگان بخش های شرقی حلب در محلات مسکونی از سوی ارتش سوریه و نیروهای پشتیبان آن خبر می دهد.
سخنگوی این کمیسیون میگوید که گزارش های به دست این کمیسیون رسیده است که عمدن غیر نظامیان به گلوله بسته می شوند و آماج حمله های هوایی قرار می گیرند. از شام روز دوشنبه ما گزارش های را درباره کشته شدن 82 غیر نظامی از سوی نیروهای حکومتی دریافت کردیم که 11 بانو و 13 کودک مشمول کشته شدگان هستند. سازمان ملل متحد از گیرماندن هزاران غیر نظامی در بخش‌های زیر اداره مخالفان نیز ابراز نگرانی می‌کند. سقوط شهر علب بزرگترین پیروزی برای ارتش سوریه از سال 2011 میلادی به این سو به شمار می‌رود. با تصرف کامل این شهر ارتش سوریه اداره 5 شهر بزرگ این کشور را به گونه کامل در اختیار خواهد داشت. نهاد پگواش یک طرح 19 ماده‌ای را برای توافق احتمالی حکومت افغانستان و گروه طالبان در باره آتش بس آماده ساخته است. رئیس نهاد امروز با شمار از رهبران جهادی اعضای پیشین طالبان و چهره های سیاسی در کابل رایزنی ها را درباره این طرح آغاز کرد و میگوید که این سند را با حکومت افغانستان و نیز با نمایندگان طالبان در قطر در میان میگذارد. در همین حال عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین طالبان در اسلام آباد نبود اعتماد میان حکومت و طالبان را یک چالش جدی در برابر روند صلح در کشور میداند. رئیس نهاد پگواش روز سه‌شنبه با شماری از رهبران جهادی، چهره‌های سیاسی و با شماری از نمایندگان طالبان درباره یک طرح 19 ماده‌ای درباره صلح در پشت درهای بسته رایزنی کرد. رئیس این نهاد پس از چاشت سه‌شنبه در یک نشست خبری میگوید که مقابله نظامی دوامدار میان دولت و طالبان نمیتواند سبب پیروزی هیچ یک از طرف‌های درگیر شود. این اصل که افغانستان بیشتر از این نباید جایگاه گروه های باشد که از آن به کشورهای دیگر حمله ها انجام می شود یک اصل است که درباره آن توافق شده است. اما موضوع داخل حکومت یک مسئله است که باید مشخص شود. این پیشنهاد است که باید مردم بنشینند و درباره آن تصمیم بگیرند که باید چی را انجام بدهند. ایجاد راهکاری برای آتش بس، بیرون شدن نامهای فرماندهان طالبان از فهرست سیاه، بیرون شدن تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان، رها شدن زندانیان طالبان، تعدیل قانون اساسی و رعایت حقوق بشر از موضوعات این توافقنامه هستند. دغه پلان ورته وای دغه پیشنهادو باندې چې و بلاخره به طالب هغه سید وزی خارجان بل دی ملک زنده وزی خو خارجان وتل به د سولې لپاره شرط نه وسیږي بلکې د سولې د پلان جز به سید وسیږي او هغه څو کاله بعد دی زنده سید سولې پلان موافقه ور باندې وسی پس د وزی نه بس د وزی خلاف نظر سره یک موضوع کې بسیار حساس است. آتش بس عمومي میکانیزم آتش بس و توریک طالبا ادعا دارم که در حدود 50 الی 60 فیصد از افغانستان تحت کنترل خود داره. چطور میتونه که در میتونیم در وقت آتش بس، در زمان آتش بس یک اداره هماهنگ بین دولت افغانستان و طالبا، این یک میکانیزم بسیار مهم است که در وقت آتش بس طالبا خود به دولت افغانستان تسلیم نمیشوند. اما هنوز هم چالش های جدی در برابر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان پابرجا هستند. داسې اداره لکه پګواش د دوی په مابند کې منځګړیتوب کوي او په دې کې نور با رسوخه افغانان یو ځای سي، با نفوذ افغانان ورسره همکاري وکړي، یو د تفاهم لاره پیدا کړي. از سوی دیگر ملا منان نیازی معاون شاخه جدا شده طالبان به گفتگوهای بین افغانان در داخل افغانستان تاکید می‌ورزد. ما میخواییم که از طریق بنیادهای افغانی خود کار کنیم، از طریق مردم ملی خود باید باید مقام بزنیم. ما طرفدار اصول هستیم، اصول هایی که تمام اصول عدالت اسلامی امارد. پگواش یک نهاد جهانی کانادایی است که برای صلح و حل منازعات در بخشای گوناگون جهان تلاش میکند. وزیر امور زنان در پایان کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت در برابر زنان از کارمندان دولتی میخواهد که برای کاهش خشونت ها در نهادها کار کنند. وزیر امور زنان در همایش در کابل از برخی نویسندگان و داستان نویسان ستایش میکند که برای مبارزه با خشونت در برابر زنان در ولایت ها کار میکنند. پایان کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت ها در برابر زنان و ستایش از کارمندان وزارت امور زنان از بهر داشتن نقش بهتر در راه اندازی این کمپاین. جگیری امروز ما دوام فعالیت بیشتر به ادامه کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان، داشتن جامعه مسئول از هر نوع خشونت. یکی از
شورای وزارت امور زنان در بین وزارت خود ما هست. وزیر امور زنان از کسانی ستایش میکند که در زمینه مبارزه با خشونت ها در برابر زنان در ولایت ها کارهای را انجام دادند. توسط یک بایسیکل کتاب ها را به تمام سطح قراجات میرسانیم که برای اطفال توزیعشان میکنیم، چه به چه دختر باشد چه پسر، که اونا دسترسی به کتاب داشته باشند، تا حداقل ما با سواد ساختن مردم، با سواد ساختن قشری که جوان است و در کلان موشه، حداقل ما بتونیم خشونت را محو بکنیم. داستان مادر ما مرا اینجا میرسانه و اینجا میکشانه، در حالی که مادر ما از بخاطر همگی خشونت های سیاسی فعلا در خانه نشسته. در حال حاضر زنان با خشونت‌های گوناگون روبرو هستند. چند پیش رئیس جمهور غنی نیز از برخورد تبعیض‌گونه در برابر زنان در نهادهای دولتی به شدت انتقاد کرد و خواهان رسیدگی به این مسئله شد. خبرنگاران در ولایت بغلان با انتقاد از مقام‌های محلی این ولایت می‌گویند که این مقام‌ها اطلاعات لازم را به آنان نمی‌دهند. این خبرنگاران در مراسم گشایش مرکز خبرنگاران ولایت بغلان از حکومت می‌خواهند تا قانون حق دسترسی به اطلاعات را عملی سازند. خبرنگاران ولایت بغلان می‌گویند که مقام‌های محلی درباره بسیاری از رویدادها اطلاعات لازم را به آنان در میان نمی‌گذارند. عملی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات خواست خبرنگاران در بغلان از حکومت است. شمار از خبرنگاران بغلان در مراسم گشایش مرکز خبرنگاران این ولایت میگویند که خودداری مقام‌های محلی از دادن اطلاعات بر رسانه‌ها آنان را با چالش‌های فراوان روبرو کرده است. در این قانون حق ما به عنوان یک روزنامه‌نگار، حق همشهری به عنوان یک همشهری، به عنوان یک کاسب، به عنوان یک دریور، به عنوان هر در گوشه‌ای که یک باشنده از این کشور به خصوص بغلان مصروف است، حق از این قانون است. در همین حال ولی بغلان تعهد می‌سپارد که به خواست‌های خبرنگاران در این ولایت رسیدگی خواهد شد. آنچه تایسه ماده در اینجا تذکر داده شده، بدیده ها قبول داریم و قانوناً که باید وقت اجرا می‌شد سر مشکلاتش نمی‌کشیم. رئیس شورای ولایتی بغلان نیز خواستهای خبرنگاران را از مقامهای محلی تایید میکند. ما همه جانبه هم رسان هستیم و در پهلوی عزیز این حق شما که شما از کارکرد ادارت دولتی، از شورا، از مردم به یک نحوی نظارت کرم هستیم. خواستها از عملی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی مقامهای محلی بغلان در حال ابراز میشوند که حکومت مرکزی بارها تاکید کرده است که مقامهای دولتی ناگزیرند بر بنیاد قانون اطلاعات لازم را درباره رویدادها بر رسانه‌ها در میان بگذارند. اما ظاهراً این وعده حکومت به گونه درست عملی نشده است. ده ها تن از باشندگان ولسوالی‌های غرب ولایت قندهار مشکلاتشان را با مقام‌های محلی در میان گذاشتند. آنان می‌گویند که آماده‌اند تا جوانانشان را برای خدمت در صفوف نیروهای دولتی بفرستند، اما حکومت باید به مشکلاتشان رسیدگی کند و پروژه‌های توسعه‌ای را در روستاهایشان راه اندازی نماید. باشندگان ولسوالی های میوند، ژیړی و پنجوایی، سه ولسوالی غرب کندهار با گرد آمدن در ولسوالی پنجوایی اعلام کردند که پشتیبانی از حکومت مسئولیت دینی و ملی مردمان کشور است. بزرگان اقوام و نمایندگان این سه ولسوالی کندهار از حکومت می خواهند تا در این ولسوالی ها پروژه های توسعه‌ای را راه اندازی کند و برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش، بهداشت و بخش های دیگر تلاش کند. آنان اعلام کردند که فرزندانشان را به صفوف نیروهای دولتی خواهند فرستاد. در کندهار والی صاحب چه حقه دزمور در کسی جوریده دید چه دزمور در کسی جوریده دیر ضرور در دیر مهم ده. هر ابراز چه موش گینو موش تخل اگرازی دلتا عریزی راولی چه موش دو میلی وردو تزمور تشتی کتایت بکری کچیر در نظام او عوام و ترمنز پاسیلی در همین حال مقام های محلی کندهار میگویند که در سه ولسوالی غرب این ولایت پروژه های توسعه بیشتری را عملی خواهند کرد و نیز در آینده نزدیک در ولسوالی های پنجوایی و میوند کندهار مشکل کمبود آب به زمین های کشاورزی حل خواهد شد. په پنجوایی، ژړی او میوند تیر کال تر نورو ټولو بلو هر منطقو ولسوالیو دلته مجدیر پروژه عملی کړی او د پنجوایی ولسوالی د دغه دوه کانالونو پروژه چې بل ورځ راغلی و موږ افتتاح کړه. گفتن است که سه سال به این سو در ولسوالی های میوند، ژیړی و پنجوایی، سه ولسوالی غرب کندهار امنیت خوب است،
اما باشندگان این بخش ها حکومت را به بی‌پروایی به مشکلات مردم در این ولسوالی ها متهم میکنند. شماره از اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولایت هرات از افزایش ناامنی ها در این ولایت نگران هستند. اعضای این شورا میگویند که رویدادهای هراس افغانانه به ویژه حمله های مردان مسلح ناشناس به جان برخی از شخصیت ها در این ولایت نگرانی های جدی را به بار آورده است. در همین حال فرمانده پلیس ولایت هرات بر تلاش های جدی نیروهای امنیتی برای تامین امنیت سخن میگوید و می افزاید که نیروها در یک هفته بیش از 30 متهم را بازداشت کردند. افزایش رویدادهای هراس افکنانه به ویژه رویدادهای آدمربایی و حمله های مردان مسلح ناشناس به برخی چهره ها در هرات سبب نگرانی برخی از باشندگان این ولایت شدند. شماری از اعضای شورای ولایتی هرات میگویند که افزایش این رویدادها سبب خواهند شد سرمایه گذاران دل گرمی برای سرمایه گذاری در این ولایت نداشته باشند و سوی دیگر برای تامین امنیت خانواده هایشان به بیرون از کشور بروند. وزارت داخله باید به تناسب جمعیت نفوس 4 میلیونی که وجود داره تعداد پلیس را افزایش بده تا بتونن اینا گشت‌های بیشتر، گزمه‌های شبانه بیشتری داشته باشن و خلاهای امنیتی پر بکنن. قبل از اینکه حادثه رخ بده هرگز اینا پلان به خاطر از اینکه چنین حادثه‌ای در شهر هرات رخ نده اینا نساختن. از 3 ماه به این سو چندین نیروی امنیتی و چهره‌های شناخته شده در این ولایت با شلیک مردان مسلح ناشناس کشته شدند. پیش از این نیز مردان مسلح ناشناس با جابجا نمودن مواد انفجاری در یک مسجد در شهر هرات ملا امام این مسجد را با شماری از نمازگزاران زخمی نمودند. در تازه ترین رویداد نیز یک عالم دین از سوی مردان مسلح ناشناس با شلیک گلوله کشته شد. ترور سرقت های مسلحانه اختطاف به حد اکثر رسیده و مسئولین امنیتی در این راستا هیچ خدمت و کمکی نتونستن به مردم هرات انجام بدن. برنامه ریزی هایی که اونا به خاطر امنیت هرات طرح ریزی میکنن با یک پلان های دقیق و سنجیده شده طرح کنن. اما فرمانده پلیس هرات از تلاش های نیروهای امنیتی برای تامین امنیت و شناسایی هراس افکنان سخن میگوید. پلیس هرات اینجا دستاوردهای یک هفته نیروهای امنیتی را به رسانه ها ارائه میکند. 35 چهره مظنون و متهم از یک هفته به این سو از سوی نیروهای امنیتی در هرات بازداشت شدند. فرمانده پلیس هرات میگوید که شمار از هراس افکنان و قاتلان نیز در میان این بازداشت شدگان هستند. سرقت های مسلحانه، قتل، مجروحات، نگهداری سلاح غیر قانونی، نگهداری مشروبات الکلی و فروش مشروبات الکلی تا 16 واقع توسط کارمندان پلیس گرفتار شده. با اون که هرات 15 ناحیه دارد اما تنها 4 حوزه امنیتی پلیس در شهر هرات برای تامین امنیت باشندگان این ولایت کار میکنند. آگاهان بر این باورند که شمار نیروهای پلیس در شهر برای تامین امنیت در مقایسه به نفوذ و وسعت این ولایت اندک است. در پایان خبرهای ساعت 10 چند گزارش ورزشی را ببینید. سپاسگزارم از توجهتان. بیشتر از 160 ورزشکار بسکتبال باز در چهارچوب تیم‌های منتخب کابل، بامیان، کندهار، غزنی، ایراد، سمنگان، بلخ، کندوز و ننگرهار به اینجا گرد آمدند و برای به دست آوردن پیراهن‌های تیم ملی افغانستان در برابر انبر رقابت می‌پردازند. هدف از برگزاری این پیکارها شناسایی استعدادهای تازه و جوان با تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان بسکتبال کشور گفته شده است. هدف ما بلند بردن سطح ورزش بسکتبال در ولایت کشور و همچنان انتخاب بهترین چهره ها در ترکیب تیم ملی و جوانان کشور. ما تشکری میکنم از کسایی که همچه مسابقه را به خاطر رشد استعدادها و به خاطر منتخب تیم ملی افغانستان را اندازی نمودن. مدت شپاگ میاست و متواتر مونگ البته تمرین کرده نو انشالله پا پیروزه دیوخه کامیابه یاستو. در پایان این بازی های 5 روزه 36 چهره برتر به تیم های ملی بسکتبال جوانان و بزرگسالان افغانستان برگزیده خواهد شد. اینان مربیان و داوران فدراسیون تکواندو کشور هستند که برای حضور در کارگاه مربیگری و داوری فدراسیون جهانی تکواندو رهسپار سئول کره جنوبی هستند.
این کارگاه آموزشی به هدف بلند بردن سطح آگاهی مربیان و داوران از قانون‌های تازه تکواندو از پنجشنبه همین هفته آغاز خواهند شد. اینا باید که لیسانس بین المللی خود را کسب کنند. در غیر از او اینا نمیتونند که در رویدادهای بین المللی در سال 2017 اشتراک کنند. که اونا اگر موفق میشن به صفت داور بین المللی تکواندو میتونن که در مسابقات بین المللی، مسابقات آسیایی، مسابقات جهانی و بالاخره در مسابقات المپیک از طرف افغانستان من حیث داور شرکت کنن. این کارگاه ها با حضور مربیان و داوران کشورهای عضو فدراسیون جهانی تکواندو در سئول کره جنوبی برگزار میشوند و در پایان برای چهره های برتر پس از آزمون گواهی نامه ها داده خواهد شد. در این کارگاه بیشتر از 140 ورزشکار در بخش‌های زنان و مردان برای نزدیک به یک ماه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای موتای را به گونه عملی و نظری آموزش دیدند. ریاست عمومی تربیت بدنی ما کارهایی را به خاطر ارتقای ظرفیت انجام دادیم. از مو محدوده‌ها و یا امکاناتی را که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر ارتقای ظرفیت مساعد کرده استفاده اعظمی کردیم. ادامه حمایت های همین شما بزرگان ورزش افغانستان ما بتانیم موتای افغانستان بتاند در بازی های آسیایی داخل سالن که در ترکمنستان برگزار میشه هم خوب رقابت کنه و از افغانستان نمایندگی شایسته کنه. مجتای کاران کشور برگزاری این چنین کارگاه های آموزشی را در پیشرفت و نهادینه شدن موتای در سراسر افغانستان اثرگذار می دانند. ما می توانیم با این سمینارهایی که بر ما داده ورزشکارهای بسیار خوبی به سالهای آینده داشته باشیم. ما می توانیم از طریق این سمینار با مردم آشنا شویم و با فدراسیون آشنا شویم و راه پیشرفت است بر ما که بتوانیم در مسابقات داوری کنیم. فدراسیون موتای کشور می گوید که قرار است هفته آینده رقابت های لیگ موتای در کابل آغاز شوند و این کارگاه می تواند در برگزاری بهتر این پیکارها نقش مؤثری داشته باشد. کریستیانو رونالدو فاتح توپ طلای جهان در سال 2016 میلادی شد. رونالدو ستاره 31 ساله تیم ملی پرتغال و باشگاه ریال مادرید توانست برای چهارمین بار این عنوان را به افتخارات خود اضافه کند. وای در یک قدمی لیونل مسی فاتح 5 توپ طلا قرار گرفت. رونالدو پیش از این در سالهای 2008، 2013 و 2014 میلادی برنده این جایزه شده بود. کریستیانو فصل جاری موفق شد با ریال مادرید فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود و همچنین با شکست فرانسه میزبان در مسابقات یورو 2016 با پرتغال قهرمان شد. او با این توپ طلا به نخستین بازیکن اروپایی مبدل شد که چهار بار این جایزه را از آن خود کرد. پیش از این میشل پلاتینی، یوهان کرایف و مارکو فن باستن سه بار به این جایزه دست یافته بودند. رونالدو در به دست آوردن این جایزه از لیونل مسی، آنتون گریزمان، لوئیس سوارز، نیمار، گرت بیل، ریاض محرز، جیمی واردی، پپه، جان لویجی بوفون، پیر امریک اوبامیانگ دیگر نامزدهای دریافت این توپ طلا پیشی گرفت و برنده این جایزه معتبر شد. روند نابسامان تیم فوتبال اتلتیک مادرید با شکست سنگین برابر ویاریال که به زیر دریایی ها شهرت دارد ادامه یافت. اتلتیک مادرید که تیم دوم پایتخت اسپانیا به شمار می رود در سه فصل پیش با هدایت دیگو سیمونیا با یک قهرمانی در لالیگا، یک قهرمانی جام اسفی و دو عنوان دومی لیگ قهرمانان اروپا دست یافته است. اما در فصل جاری شرایط به کام این تیم جنگنده نیست. اتلتیک مادرید بامداد سه‌شنبه در آخرین دیدار هفته 15 لیگ باشگاه اسپانیا مهمان ویاریال بود و در پایان متحمل شکست سنگین 3-0 شد تا همچنان در سراشیبی قرار داشته باشد. تریورز در دقیقه 28، جیوانی دو سانتوس در دقیقه 38 و روبرتو سوریان در دقیقه 93 برای ویاریال گل زنی کردند تا تیم زیر هدایت فران اسکیبار با 26 امتیاز بر رتبه 4 جدول ردبندی صعود کنند و امیدهای خود را برای رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان اروپا افزایش دادند. از لالیگا اسپانیا 4 تیم جواز حضور در لیگ قهرمانان اروپا را به دست خواهند آورد.
اتلتیک مادرید نیست که در سه فصل پیش در رتبه های اول تا سوم جدول رده بندی قرار داشت، با قبول چهارمین شکست فصل خود 25 امتیازی باقی ماند و به جایگاه ششم سقوط کرد. در پایان هفته 15 لالیگا اسپانیا تیم های ریال مادرید با 37 امتیاز یکتاز جدول رده بندی است، بارسلونا با 31 امتیاز دوم و سیویا با 30 امتیاز در رتبه سوم ایستاده است. تیم ملی تکواندو ایران قهرمان جهان در سومین دیدارش در برابر ترکیه شکست خورد و از ادامه پیکارهای جام جهانی تکواندو کنار است. قهرمان جهان در سومین دیدارش در برابر ترکیه به میدان رفت و سرانجام 31-19 تن به شکست سنگین داد و با 20 دور رقابت‌های جام جهانی تکواندو خداحافظی کرد. ملی پوشان ایران پیش از این در المپیک 2016 برزیل نیز شکست سنگین را متحمل شده بودند و این بار نیز با پذیرفتن شکست برابر ترکیه روند رو به افت خودشان را در پیش گرفتند. پیش از این کره جنوبی پایه‌گذار تکواندو نیز موفق شده بود ایران را به زانو درآورد. در آن دیدار کوریایی ها با قدرت ظاهر شدند و در یک بازی برتر 25-13 ایرانی ها را شکست دادند. 20 دور رقابت های جام جهانی تکواندو با حضور 7 تیم برتر دنیا به میزبانی باکو برگزار شدند و در پایان